دروازه های مرگ و نابودی یا تونل های به دنیا های دیگه از ترسناکترین و ناشناخته ترین نقاط جهانمون چقدر اطلاعات داریم ؟ تو دل این گولای همیشه گرسنه چی میگذره ؟ اصلا چرا باید همچین هیولهایی تو دنیای ما وجود داشته باشن؟ تو آخر این ویدیو با من باشید تا زیرو و بم یکی از عجیبترین چیزهایی که توی دنیای ما وجود داره رو با هم بررسی کنیم؟ وجود سیاه‌چاله‌ها اولین بار سال 1916 توی نسبیت عام اینشتین پیش بینی شد. اینشتین با این نظریه اعلام کرد که گرانش در واقع خمیدگی توی فضا زمانه که توی این ویدیو بیشتر دربارش توضیح دادم. اما چه اتفاقی میفته وقتی که مقدار این خمیدگی خیلی خیلی زیاد میشه؟ در واقع اینشتین هیچ حرفی از چیزی به نام سیاه‌چاله نزد. اصلا کلمه سیاه تا 50 سال بعدم وجود نداشت نظرات جالب اینشتین باعث شد که یکی از بزرگترین فیزیکدانان همدورش یعنی کارل شوارتشیلد به این موضوع علاقه‌مند بشه و شروع به کار تو این زمینه بکنه شوارتشیلد یه مفهومی رو معرفی کرد به نام سرعت گریز که این حداقل سرعتیه که یه جسم باید داشته باشه تا بتونه از دام گرانش یه جسم دیگه خلاص بشه مقدار سرعت گریز بستگی داره به جرم و شعاع اون جسم یعنی از طریق این فرمول حساب میشه که جی ثابت گرانش ام جرم جسمه آرم فاصله تا مرکز جسمه مثلا برای اجسامی که روی سطح زمینن مقدار سرعت گریز تقریبا میشه 11 و 2 دهم کیلومتر بر ثانیه یعنی هر جسمی که بخواد از گرانش زمین خلاص بشه و از زمین فاصله بگیره باید حداقل به سرعت 11 و دو دهم کیلومتر بر ثانیه برسه وگرنه یه مقدار میره بالا بعد دوباره برمیگرده به سمت زمین در مورد موشک هایی که به فضا میفرستیم هم این قانون وجود داره ولی موشک چون دائما سوخت میسوزونه و یه نیروی برخلاف جاذبه وارد میکنه نیازی نداره که دقیقا به اون سرعت گریز برسه تا بتونه از جاذبه زمین خلاص بشه حالا اگه به یه طریقی مقدار شعاع خیلی خیلی کوچیک بشه و برعکس مقدار جرم خیلی بیشتر بشه اندازه این سرعت گریز بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه به یه جایی میرسه که دیگه اندازهش از سرعت نورم بیشتر میشه یعنی از 300 هزار کیلومتر بر ثانیه هم رد میشه حالا این یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ چیزی نمیتونه از سطح این جسم فرار کنه حتی خود نور چون اگه چیزی بخواد این کار رو انجام بده باید از سرعت صورت نورم سرعتش بیشتر بشه که میدونیم چنین چیزی ممکن نیست اینجا همون جاییه که مفهوم سیاهچاله متولد میشه یعنی جسمی که مقدار جرمش نسبت به شعاعش اونقدر زیاده که حتی نورم نمیتونه از سطحش فرار کنه برای همین سیاه دیده میشه هیچ نوری از سطحش منتشر نمیشه غیر از این ماده سازنده چنین جسمی دیگه نمیتونه در برابر وزن خودش مقاومت کنه یعنی نیروهای دافعه ای که بین اتماس یا نیروهای دافعه ای که بین ذرات تشکیل دهنده ای این اتماس دیگه نمیتونه وزن خود این اتما رو تحمل کنه در نتیجه این جسم توی یه نقطه خیلی خیلی کوچیک فرو میریزه تا اینکه در نهایت یه گودال بینتا توی فضا زمان ایجاد میشه این باعث میشه که تمام جرم سیاهچاله توی یه نقطه بی نهایت کوچیک فشرده بشه حجم این نقطه صفره اما چگالیش بی نهایته. گرانشش هم بی نهایته. خمیدگی فضازمان هم توی این نقطه بینهایته به این نقطه توی مرکز سیاهچاله که حجمش صفره ولی چگالیش بینهایت میگن تکینگی یا سینگیولاریتی. تو نقطه تکینگی قوانین فیزیک کاملا بیمنی میشن شوارت متوجه شد که اطراف این تکینگی یه مرز کروی وجود داره که هر جسمی که از این مرز رد بشه دیگه به هیچ وجه نمیتونه به عقب برگرده این فاصله رو به اسم شعاع شوارتشیلد میشناسیم یا اسمی که بیشتر استفاده میشه افق رویداد برای درک بهتر افق رویداد همونطور که قبلا هم گفتم میتونیم به یه آبشار فکر کنیم وقتی که یه قایق سوار از یه حد مشخصی به لبه آبشار نزدیکتر بشه دیگه نمیتونه به عقب برگرده سقوط میکنه داخل آبشار در مورد سیاهچاله هم همینطوره یعنی یه چیزی که از افق رویداد به سیاهچاله نزدیکتر بشه دیگه نمیتونه به عقب برگرده سقوط میکنه داخل یک گودال بی انتها تو فضا زمان سال 1964 اولین سیاچاله توی صورت فلکی قو یا سیگنوس کشف شد اون زمان بین دانشمندا اختلاف بود که این واقعا سیاه است یا یه چیز دیگه ولی خب بعدا مشخص شد که دقیقا یه سیاچاله است اونم خیلی بزرگ سه سال بعد یعنی سال 1967 فیزیکدان آمریکایی جان ویلر برای اولین بار از کلمه بلک هول یا سیاه برای این اجسام استفاده کرد کم کم سیاه بیشتر مورد توجه قرار گرفتن از یه مفهوم تئوری تبدیل شدن به چیزایی که تو دنیای واقعی هم وجود دارن الان میدونیم که سیاه‌چاله‌ها اونقدر رو هم که فکر میکردیم کمیاب نیستن فقط توی کهکشان رایشیری خودمون میلیون ها سیاهچاله وجود داره یکی از چیزایی که باعث تولد سیاهچاله جدید میشه مرگ ستاره های پرجرمه در مورد اینکه چطوری این اتفاق می‌افته، توی این ویدیو که درباره انواع ستاره بیشتر توضیح دادم اما به صورت خلاصه وقتی که ستاره پرجرم سوختشون تموم میشه هستشون ناپایدار میشه و داخل خودش فرو میریزه این باعث میشه که هسته این ستارهها به شدت متراکم میشه و تبدیل میشه به یه سیاهچاله غیر از این چاله هایی که از مرگ ستارهها به وجود میان یه سری سیاهچالهی غولپیکر هم تو مرکز خیلی از کهکشان‌ها وجود داره که هنوز اطلاعات کافی نداریم از اینکه اینا چجوری به وجود میان سیاهچالهها همچنان ناشناخته و اسرارآمیز بودن و فقط های کامپیوتری ازشون داشتیم اما سال 2019 یه خبر مثل بم تو دنیا ترکید اولین تصویر واقعی از یه سیاه توی یه پروژه بزرگ بین المللی با استفاده از چند تا تلسکوپ رادیویی بزرگ توی آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا که معروفن به تلسکوپ افق رویداد دانشمندا تونستن اولین عکس واقعی از یه سیاهچاله رو ضبط کنن این اولین بار بود که به چهره واقعی این حیوله ها نگاه میکردیم این سیاهچاله در از سیاهچاله مرکز یک کهکشان به نام M87 بود که حدود 55 میلیون سال نوری از زمین فاصله داشت اندازه این سیاهچاله که جزو سیاهچاله خیلی بزرگ بود با اون حاله اطرافش تقریبا به بزرگی کل منظومه شمسی ما بود این حاله نورانی که اطرافش دیده میشه گازهای درخشانی که به خاطر کشیده شدن داخل سیاهچاله حسابی داغ و نورانی شدن قسمت تاریک وسطش هم که خود سیاهچاله است الان تلسکوپ‌های افق رویداد دارن سعی میکنن اولین تصویر رو از سیاهچاله مرکز کهکشان خودمون بگیرن ولی خب چون این سیاهچاله سایزش از سیاچاله ام 87 خیلی کوچیک‌تره احتمالاً زمان زیادی طول بکشه تا بتونن این کار رو انجام بدن اینجا جواب یکی از سوالاتی که در مورد سیاچاله‌ها زیاد پرسیده میشم داده شده اگه نورم نمیتونه از سطح سیاچاله ها فرار کنه پس چطوری میتونیم یه سیاهچاله رو با تلسکوپ رصد کنیم جوابش اینه که با تاثیراتی که سیاهچاله روی محیط اطرافش میذاره مثلا ما وقتی که رفتار عجیب و چرخش شدید ستاره تو مرکز کهکشان خودمون رو دیدیم متوجه شدیم که باید یه جسم با گرانش خیلی خیلی شدید اونجا وجود داشته باشه که باعث میشه ستاره اینطوری دورش بچرخن درسته که نتونستیم هیچ شاله ای اونجا ببینیم اما با اثراتی که از خودش به جا گذاشته تونستیم تشخیص بدیم که باید چنین چیزی اونجا وجود داشته باشه سوال بعدی اگه سیاه‌چاله هر چیزی که بهشون نزدیک میشه اون میبلعن پس تا ابد رشد میکنن هیچ وقت نابود نمیشن خب اینکه وقتی که یه چیزی وارد سیاه‌چاله میشه دقیقاً چه بلایی سرش میاد فکر میکنم هنوز یه رازه اما میتونیم حد بزنیم که هر چیزی که وارد سیاه‌چاله میشه جرمش به جرم سیاهچاله اضافه میشه پس سیاهچاله ها همینطور که ستاره اطرافشون رو میبلعن بزرگ و بزرگتر میشن اما طبق نظر استیون هاوکینگ این بزرگ شدن دائمی نیست سیاهچالا ها بر اثر یه نوع تابش خاص به نام تابش هاوکینگ کم کم جرم خودشونو از دست میدن و اصطلاحاً تبخیر میشن هرچند سرعت این تبخیر انقدر کمه که برای تبخیر کامل یه سیاه‌چاله به یه زمانی بیشتر از عمر جهان نیازه یکی دیگه از بحث‌های جالب تو این زمینه بحث آروغ زدن سیاه شبیه آدمایی که با هرس و ولع شدید غذا میخورن و بین غذا خوردنشون هم آروغ میزنن سیاهچاله هم بعضی وقتها از بین گازهای شدیدی که با هرس به سمت خودشون میکشن یه مقداریشو میخورن و باقیشو به بیرون از خودشون پرتاب میکنن که اصطلاحا بهش گفته میشه آروغ سیاهچاله اما سیاهچاله چه اثری روی گذر زمان دارن باز طبق نسبیت عام گرانش عظیم سیاهچاله باعث میشه که زمان نزدیک سیاهچاله به شدت کند بشه فرض کنید من توی یه فاصله دور از سیاهچاله وایستادم اما شما دارید به سمت سیاهچاله حرکت میکنید هرچی شما به سیاهچاله نزدیکتر بشید از نظر من که دارم تماشا میکنم حرکت شما کنتر و کنتر میشه تا جایی که وقتی که شما به افق رویداد سیاهچاله برسید از نظر من دیگه هیچ حرکتی نمیکنید یعنی انگار زمان برای شما متوقف شده من هر چقدر که منتظر بمونم نمیتونم سقوط شما داخل سیاهچاله رو ببینم اما برای خود شما زمان همونطور عادی میگذره در عوض شما هم اگه بتونید برگردید عقب و نگاه کنید دنیا رو با یه سرعت وحشتناکی میبینید که داره میگذره مثلا تمام عمر منو میتونید توی یه چشم به هم زدن ببینید که پیر میشم و میمیرم و از بین میرم البته موضوعی که هست اینه که شما هیچ وقت نمیتونید انقدر به یه سیاهچاله نزدیک بشید چون غیر از دمای خیلی زیادی که نزدیک سیاهچاله وجود داره اختلاف گرانش حتی تو فاصله‌های خیلی کم به حدی زیاده که بدن شما فوراً کش میاد و به صورت یه رشته نازک کشیده میشه به داخل سیاهچاله. به این اتفاق اصطلاحاً میگن اسپاگتی شدن. پس به نظر میاد تا زمانی که کاری به کار این های گرسنه نداشته باشیم و نزدیکشون نشیم اونا هم کاری با ما ندارن اما این طرز فکر شاید زیادم درست نباشه اگه بدون اینکه ما بفهمیم یه سیاهچاله به کره زمین نزدیک بشه و به بلعتش چی برای اینکه همچین اتفاقی بیفته این سیاهچاله باید خیلی به زمین نزدیک شده باشه که احتمالش خیلی کمه حتی اگه خورشید خودمون با همین جرمی که داره تبدیل به یه سیاه بشه بازم زمین به چرخیدن دورش ادامه میده هرچند دیگه خبری از زندگی نیست چون خبری از نور خورشید نیست پس در کل زیاد لازم نیست نگران نابودی زمین با یه سیاه چاله باشیم اما اگه سیاه چاله به یه طریقی روی خود زمین ایجاد بشه چی این همون چیزی بود که اون اوایل شروع به کار سرن باعث نگرانی یه عده شده بود در مورد آزمایشگاهی سرن قبلا یه ویدیو منتشر کردم که از این لینک میتونید ببینیدش زمانی که سرن شروع به کار کرد یه عده این موضوع رو مطرح کردن که آزمایشاتی که تو سرن انجام میشه میتونه شاله های کوچیکی ایجاد کنه که زمین رو می‌بلعن و باعث نابودی ما میشن. حتی کلی هم شکایت کردن و کارشون به دادگاه کشید ولی خب به نظر میاد که نتونستن جلوی فعالیت سرن رو بگیرن. دانشمندایی که موافق این آزمایش‌ها بودن نظرشون این بود که برخوردایی که انجام میشه شبیه همون برخوردهاییه که دائما توی طبیعت داره اتفاق میافته. ولی هنوز باعث نابودی زمین نشده یعنی در کل بی خطره اما طرف مقابل اصرار داشتن روی خطرناک بودن آزمایش ها. نظر دانشمندو اینه که حتی اگه این برخوردها باعث ایجاد سیاه‌چاله‌های ریز بشه این سیاه‌چاله‌ها خیلی ناپایی دارن فورا از بین میرن از طرفی هم مقدار جرمی که میتونن از زمین بخورن خیلی خیلی کمه به حال هنوزم بحث سر این موضوع زیاده و هیچ کدوم از دو طرفم قانع نشدن یکی از عجیب‌ترین‌ها و ناشناخته‌ترین موضوعات در مورد سیاه‌چاله‌ها اینه که اون تو دقیقا چه خبره خب ما میگیم که ماده خیلی خیلی فشرده شده جوری که تمام جرم سیاهچاله داخل یه نقطه خیلی خیلی کوچیک متمرکز شده همون نقطه تکینگی و اینکه اونجا دیگه قوانین فیزیک اعتبار خودشونو از دست میدن چون توی این قوانین فیزیکی که ما میشناسیم غیر ممکنه که یه نقطه بی نهایت کوچیکی داشته باشیم که چگالیش بی نهایته پس اگه بخوایم رو راست باشیم واقعا نمیدونیم که اون تو دقیقا چه خبره حدسیات مختلفی در موردش هست که یکیشون اینه که داخل هر سیاهچاله یه دنیای دیگه وجود داره یعنی تکینگی داخل سیاهچاله بیگ بنگ یه دنیای دیگه است از این طرف تمام جرم یه سیاه‌چاله متمرکز میشه توی یه نقطه بعد از اون طرف تمام این جرم به صورت یه بیگ بنگ باعث ایجاد یه دنیای دیگه میشه یعنی دنیاهایی تو دل هم دیگه پس اگه اینطور باشه دنیای خودمونم در واقع داخل یه سیاه است که این سیاهچاله خودش داخل یه دنیای دیگه است هنوز هیچی دربارش نمیدونیم حالا بریم سراغ یه مفهوم عجیب دیگه سفیدچاله سفیدچاله به صورت خلاصه دقیقا برعکس سیاهچاله است تو سیاهچاله هر چیزی که از افق رویدادش بهش نزدیکتر میشد دیگه راه برگشت نداشت اما توی سفیدچاله برعکس هیچ چیزی نمیتونه از افق رویدادش بهش نزدیکتر بشه برخلاف سیاه که همه چیزو میبلعه سفید چاله یه تابش شدیدی از خودش منتشر میکنه که به خاطر همین بهش میگن سفید چاله در کل سفید چاله از همه نظر دقیقا برعکس سیاهچاله است وجود سفید چاله کاملا ممکنه یعنی حتی توی نظریه نسبیت هم پیش شده اما برخلاف سیاه که توی دنیای واقعی هم شواهد زیادی ازش پیدا کردیم از سفیدچاله هیچ اثری تا حالا پیدا نکردیم یکی از نظراتی که در مورد سفیچاله وجود داره اینه که تمام چیزی که یه سیاه چاله میبلعه توی یه نقطه دیگه از جهان توسط یه سفیدچاله به بیرون ریخته میشه چیزی که این سیاه چاله و سفید چاله رو به هم مرتبط میکنه همون کرم چاله است کرم هم دقیقا مثل سفید چاله فقط روی کاغذ امکان پذیره یعنی هنوز هیچ شواهدی ازش پیدا نکردیم بحث سفر در زمان از طریق کرم هم وجود داره که خودش موضوع یه ویدیو جداست که در آینده بیشتر ازش صحبت میکنم ولی آیا میتونیم امیدوار باشیم که مثل سیاه چاله ها که اولش فقط روی کاغذ امکان پذیر بودن ولی بعدا تونستیم حتی عکس واقعی هم ازشون داشته باشیم سفیچاله ها و کرمچاله هم بعدا توی دنیای واقعی پیدا بشن فعلا هیچی نمیدونیم اینشتین حتی در مورد سیاهچاله هم شک داشت یعنی فکر می‌کرد طبیعت به یه نحوی جلوی فشرده شدن بیش از حد ماده و ایجاد تکینگی رو میگیره تا قوانین فیزیک نقض نشن اما الان میدونیم که طبیعت نه تنها جلوی این کارو نمیگیره اتفاقا خیلی هم زیاد انجامش میده جوری که سیاه یکی از پرتعدادترین اجرام فضایی هن. وجود سیاه به قدری عجیب و دور از ذهنه که بیشتر شبیه داستانهای تخیلیه تا دنیای واقعی انگار میخواد به ما یادآوری کنه که چقدر کم میدونیم از دنیایی که توشیم شاید تو آینده نزدیک بتونیم اسرار داخل سیاه رو کشف کنیم شاید بتونیم تشخیص بدیم که آیا واقعا داخل هر سیاه‌چاله یه دنیای کاملا متفاوته که قوانین فیزیکی خودشو داره یا اینکه خیلی ساده فقط یه سوراخ بی انتهاست که هیچ چیزی جز مرگ و نیستی داخلش نیست اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفا یه لایک مهمونم کن در آخرم یادت باشه که مثل همیشه بدون هیچ درسی سوال بپرس